دوستان و همراهان همیشگی درود بر شما، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلتون شاد، لبتون خندون، ایام به کامتون باشه. بریم به پاریس، محل برگزاری مسابقات المپیک 2024، دیدار رانندگی وزن 97 کیلوگرم بین دلاور کشورمون امیرعلی آذرپیرا در برابر 22 ساله ما در مقابل کشتیگیر امریکایی کایل اسنایدر. ببینیم چه خواهد کرد. اسنایدر 28 ساله اومده انتقامش رو که تو زاگرب به آذرپیرا باخت بگیره. ببینیم چه خواهد کرد دلاور کشورمون. امیدوارم که یک بار دیگه شکستش بده این کشتیگیر قهار امریکایی رو. این چهره امیرعلی آذرپیرا دلاور تهرانی ما، دو طلای امیدهای جهان رو داره در سال 2021 و 22، برنز جوانان جهان در سال 2022، طلای جوانان آسیا 2022. ببینیم چه خواهد کرد. دور اول کشتی بسیار زیبایی با احمد تاجدینوف نابغه این وزن گرفت، کشتی رو برد در تو 30 ثانیه آخر، متاسفانه باخت و اومد به شانس مجدد. شانس مجدد علیشه یرگالی قزاقستان رو شش بعدی شکست داد و به ردهندی رسید. حالا باید ببینیم این چهره مصمم چه خواهد کرد در مقابل این چهره کایل اسنایدر از امریکا. اسنایدری که طلای المپیک ریو تو کارنامه خودش داره، نقره المپیک توکیو، سه طلای قهرمانی جهان، دو نقره و یک برنز قهرمانی جهان، سه طلای دانشجویان جهان، سه طلای پان امریکن و هفت طلای قهرمانی پان امریکن. ویترینی از مدال‌های رنگارنگ، قشنگ کوله پشتیش پشتشه. هر جا که مسابقات باشه کایل اسنایدر یا پای ثابتشه. ببینیم چه خواهد کرد. دلاور کم تجربه جوان اما مصمم ما اومده تا مدال برنز رو در مقابل این چهره، چهره گلدور، محکم و کشتی بلد ولی خب با اخلاق. امریکایی‌ها عالی کشتی میگیرن، با اخلاق کشتی میگیرن، تو حاشیه نمیرن، درگیر نمیشن، بی احترامی نمیکنن. واقعا امریکایی‌ها ماهن، تو کشتی عالی هستن، عالی، ناوردی نمیکنن. مردانه میان کشتی میگیرن، یا میبرن یا میبازن. خدا نگهدار تا کشتی بعد. ببینیم چه خواهد کرد. دلاور کشورمون کشتی آغاز میشه، تو سرشاخ رسنده کار میکنن. دوستان ببخشید، باز هم میگم به دلیل قوانین کپی رایت ما نمیتونیم بیشتر از این ویدیو رو به شما نشون بدیم و این فقط جهت اطلاع رسانی هست، نمیتونیم ویدیو کامل رو به شما برسونیم. دوستان گل میدیم از مسابقات بعدی خودمون رو به سالن برسونیم و کشتی‌ها رو براتون پوشش بدیم. سرشاخ همچنان کار میکنن اصلا دیگه، هر دو کشتی گلدور و محکم، پرقدرت، قدرت بدنی هر دوشون عالی هستش، هر دو تکنیکی و فنی. خب حالا یه برخوردی پیش میاد، پیشونی کایل اسنایدر، باید مداوای لازم انجام بشه و به کشتی برگرده. خب کشتی آغاز میشه، یک باری 40 ثانیه کشتی سپری شد، بعد هر دو کشتی تو سر شاخ راست هم کار میکنن. کشتیگیر ما هر از گاهی بهتره، هر از گاهی کایل اسنایدر رو به جلوتر، قدرت بدنی هر دوشون برابره، هر دو فنی تکنیکی، ولی کشتیگیر جوان ما جویای نام اومده تا مدال برنز المپیک رو تو اولین دور از رقابتاش که داره شرکت میکنه برای ایران ثبت کنه. ما 20 سال تو این وزن مدالی نگرفتیم، اینجا در اول کشورمون. اسنایدر اومد برای زیرگیری، تو برگشت کشتیگیر ما بود که استفاده کرد موقعیت و خاکش کرد، یه دو تایی میگیره حالا از قهرمان جهان و المپیک. نچه کشتی 2-0 میشاله به سوی در اول کشورمون. یک بار دیگه باید منتظر باشیم تا تیم پزشکی مداوای لازم رو انجام بده روی کایل اسنایدر. نمیدونم چجوری برخورد کرد با تیراهن فولادی ایران زمین امیرعلی آذرپیرا که پیشونیش کلا سوراخ شد و خونریزی داره میکنه. امیدوارم که مشکلی پیش نیاد و به کشتی ادامه بده. کایل اسنایدر مرد خوش اخلاق این وزن، یک بار دیگه تو سرشاخ راستای هم دیگه کار میکنن. چه بردم براتون؟ 20-30 تا مدال داره، حداقل 10-15 تاش از نوع طلا. این کشتیگیر کایل اسنایدر، سالون هم یک پارچه دارن اسنایدر رو تشویق میکنن، یک باید سرشاق رسن کار میکنه همچنان. نچه کشتی 2-0. خب یک باید دیگه باید تیم پزشکی بره تو شک بیاد، خون ریزی قطع نشده. این بار فکر میکنم دیگه کامل بخوان بانداج کنن سر کایل اسنایدر رو. بله، دلاور کشورمون امیرعلی آذرپیرا امیدوارم که مدال برنز رو بگیره و یه مدال دیگه به جمع آزادکار رو اضافه کنه. ما 3 تا نقره گرفتیم، جایی که ما فکر میکردیم 2 تا طلامون حتمیه. زاره و حسن یزدانی رو 2 تا طلا بهش کنار گذاشته بودیم ولی خب نشد که بشه. رحمان عموزاد تو گرعه بسیار سختی بود، دمش گرم، خودش رو رسوند بالا، همه رو شکست داد، بزرگای دنیا رو شکست داد، به مدال نقره رسید. حالا اینجا آذرپیرا اومد تا یه برنز برای ایران سید کنه. سرشاخ یه پیدو دسته هم نکار میکنن، هر دو کشتی در میانه تشک. چه کشتی 2-0، همچنان 30 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم.
در میانه تو شهر کشتیگیر ما خوب داره اداره میکنه کشتی رو. به هر دلیلی زد کایل استایدر بسته بود و نتونست امتیاز بگیره از دلاور کشورمون. این چهره توصیه لازم رو محسن کاوه، آقای محسن کاوه میده به شاگردش و این سمت هم کشتیگیر امریکا کایل استایدر رو دارن آماده میکنن برای سلیقه دوم. باید مراقب باشه بلافاصله بعد از سوت میان امریکایی‌ها کشتی آغاز میشه در 3 دقیقه دوم. امیدوارم که یک امتیاز بگیره تا اگر یه خاک از دست داد برنده دیدار اسنایدر نباشه. سر شاخ همچنان دست امنی کار میکنن. یه تذکر کمکاری گرفته کشتیگیر ما، حالا داور کشتی رو نگه میدار و اختیار کمکاری رو میده به کشتیگیر ما. شاتگل فعال شده روی کشتیگیر ما. سر شاخ همچنان دست امنی کار میکنن. تا 10 ثانیه دیگه یک امتیاز برای اسنایدر ثبت خواهد شد. همچنان تو سرشاخ اینجا تشک خارج میکنه درست همزمان جایی که 30 ثانیه شاتکرایک به پایان رسید. اگر یک ثانیه زودتر میزد اون یک امتیاز شاتکرایک رو هم به اسنایدر نمیدادن. حالا اینجا تشک خارج میکنه و 3-1 خیالمون راحت میشه دوباره 3-1 و یه دوتایی جلو میافتیم. نچه کشتی 3-1 و 2 دقیقه زمان داریم ولی زمان بسیار زیادیه برای کایل اسنایدر. کایل اسنایدر که تو ثانیه های آخر هم احتمال امتیاز گرفتن داره. یک باید تیم پزشکی به روی توشک میاد. مداوا باید انجام بشه. خونریزی شدید از ناحیه پیشونی داره. دلاور کشورمون اومده که بعد از 20 سال مدال برنز این در رقابت ها برای ما ثبت کنه. خب کشتی یک بار دیگه آغاز میشه. چه کشتی 3-1 ولی امتیاز بسیار حساسه و 1.50 ثانیه زمان زیادیه. نباید اداره کنه. باید زیر کتف بزنه و یه نیم نگاهی هم به حمله داشته باشه. اگر یه خاک از دست بده خدای نکرده برنده دیدار کایل اسنایدر خواهد بود. کایل اسنایدری که یکی دو ماه پیش دیدیم در بوداپست هم به دلاور کشورم کشتیش رو واگذار کرد. اومده انتقام بگیره ولی تا به اینجای کار به هر دریزت بسته بود. نچه کشتی همچنان 3-1 50 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم و اینجا یه لحظه اومد برای زیرگیری ولی خب مچ پا رو گرفت و ببینید اینجا مچ پا رو گرفت و فشار زیادی هم به مچ پا گرفت ولی خب داور اون سمت بود و ندید وگرنه بلافاصله باید سرپا میداد. خب 35 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. یک امتیاز هم دلاور کشور بود به خاطر خروج از تشک گرفت از اسنایدر تا خیالمون راحت بشه. خیالمون راحت بشه. حالا مداوای پزشکی انجام میشه روی این چهره دلاور کشورمون. ثانیه‌های پایانی. چه کشتی حالا 4-1 میشه. 4-1 میشه و 16 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. همچنان تو سر شاخ رسن یه کار میکنن دو کشتیگیر. و اینجا 4 ثانیه. 4 ثانیه پایانی و دلاور کشورمون تبریک میگیم. امیرعلی آذرپیرا به مدال برنز میرسه. بعد از 20 سال مدال این رشته رو تو المپیک برای ما به ارمغان میاره. تبریک میگیم به خودش، خانواده محترمش، همه بچه های شرق تهران که عاشق امیرعلی آذرپیرا هستن، همه کشتی دوستان ایران. دوستان تا دور دیگر بدرود.